ستاد بوران بری چی داری؟ میبینی توده هوا سرما داره میاد، فشار گاز جوابگو نیاد، درخواست بده فشار گاز زیاد کنه. بعد سه روز، الان سه روز روستا گاز نقطه، بچه سه روزه دارم خانه. با همین خبرنگار بیا برین داخل خانه ببین چجوری داره مور گرم میکنه. باز هم زمستان و باز هم کمبود گاز در کشوری که روی دریای نفت و گاز گسترده شده، ایران تحت حاکمیت آخوندها. بخش عمده ای از این بحران مربوط به عدم رسیدگی به زیرساخت‌های استخراج، تولید و انتقال گاز است. چپاول‌های میلیاردی و حیرت انگیز سرکردگان نظام و خرج‌های میلیاردی برای دار و دسته‌های تروریستی در لبنان و عراق و سوریه و یمن، پولی برای رسیدگی به زیرساخت‌های صنعت گاز باقی نمی‌گذارد. وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم از 5 سال گذشته در گزارشات خود عنوان کردند که از سال 1402 میدان گازی پارس جنوبی که 70% گاز ایران را تامین می‌کند، وارد نیمه دوم عمر خود خواهد شد و هر سال 10 میلیارد متر مکعب از تولید آن کاهش می‌یابد. تولید فعلی گاز در نظام آخوندی کمتر از 260 میلیارد متر مکعب در سال است. از سال 1402 هر سال 7 اتمسفر از فشار منابع گاز کاسته خواهد شد و این به معنی خارج شدن سالانه معادل یک فاز پارس جنوبی از رده است. رژیم آخوندی همه هزینه‌های ضروری برای سرویس و نگهداری صنایع عظیم گاز و نفت را هم غارت می‌کند. از این روست که با نابودی سریع و تدریجی زیرساخت‌های انرژی کشور و بحران خدمات دهی به مردم داخل کشور مواجهیم. در حالی که کشورهای دنیا برای سرویس و نگهداری پالایشگاه‌های خود مخارج هنگفتی می‌کنند تا بتوانند بهره‌وری داشته باشند. از جمله کشور قطر برای بیش از 30 سال و ایران حدود 20 سال است که بهره‌برداری از میدان پارس جنوبی را آغاز کردند. قطر تا کنون 2.5 برابر رژیم از این میدان برداشت گاز داشته و افت فشار در بخش مربوط به قطر این میدان مشترک حدود 5 سال پیش اتفاق افتاد. قطر حتی پیش از آغاز افت فشار با نصب سکوهای 15 برابر بزرگتر از سکوهای بخش ایرانی نه تنها جلوی افت تولید گاز را گرفت، بلکه از سال گذشته حفاری‌ها برای افزایش 30% گاز از این میدان تا سال 2027 را آغاز کرده و قراردادهای بزرگی با شرکت‌های غربی امضا کرده است. بخش ایرانی این میدان نیاز به 15 سکوی عظیم 20,000 تنی دارد. ساخت یک سکو با کمپرسوری قدرتمند حداقل به 3 سال زمان و 2.5 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. سکوهای عظیم مورد نیاز پارس جنوبی تا سال 2027 راه اندازی نخواهد شد، زمانی که تولید سالانه قطر از این میدان حدود 60 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت و تولید گاز ایران از این میدان نیز به همین اندازه افت خواهد داشت. موضوع دیگر در رابطه با تلفات مربوط به تولید و انتقال آن در شبکه گاز رژیم است. آمارهای وزارت نفت و بانک جهانی نشان می‌دهند که رژیم ایران در همان مرحله تولید گاز سالانه 18 میلیارد متر مکعب تلفات دارد و گاز استخراج شده از میادین نفتی را در مشعل‌ها سوزانده و به هدر می‌دهد. ارزش این میزان گاز که دود هوا می‌شود در بازارهای جهانی معادل 15 میلیارد دلار برآورد می‌شود. در ایران برای جلوگیری از مشعل سوزی‌ها تنها نیاز به 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری است، اما طی 2 دهه گذشته رژیم آخوندی هیچ اقدامی برای قطع مشعل سوزی گاز انجام نداده است. همچنین سالانه 9 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی کشور به خاطر فرسودگی شبکه در مرحله انتقال و توزیع هدر می رود. برای حل این مشکل نیاز به 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری و دست کم 5 سال زمان است. از طرفی بر پایه آمارهای وزارت نیرو 13% برق تولیدی کشور به خاطر کهنگی و فرسودگی شبکه در مرحله انتقال و توزیع از بین می رود. نتیجه اینکه در مرحله تولید و انتقال گاز همچنین تبدیل به برق و انتقال و توزیع آن سالانه نزدیک 70 میلیارد متر مکعب گاز تلف می شود. به عبارتی ساده 1/4 گاز تولیدی کشور بدون اینکه به دست هیچ مصرف کنندهی برسد تلف می شود. ارزش این حجم از گاز در بازارهای جهانی حدود 50 میلیارد دلار و معادل 15% از کل تولید ناخالص داخلی ایران است.
روشن است که قطع گاز خانه‌های مردم در زمستان سرد ناشی از عملکرد رژیمی است که از یک سو با دزدی‌های 20 میلیارد دلاری سرکردگانش و از سوی دیگر با سرازیر کردن مبالغ میلیاردی به جیب تروریست‌های خودش در منطقه اراده‌ای برای حل مسائل مردم ندارد و پاسخ اعتراض مردم را با گلوله و اعدام می‌دهد.